سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چطور به وسیله مداد رنگی و طراحی سایه روشنی که انجام میدیم بتونیم یک سنگ یا یک نگین تزئینی رو به حالت سه‌بعدی نشون بدیم. خب همطور که میبینین من با شابلون یک بیزی کشیدم، میتونه دایره باشه، هر جور که دوست دارین. دورش رو یه تزئینی انجام میدم فقط برای اینکه محدوده کار مشخص بشه. خب تم رنگی من آبی هستش، میخوام سنگم آبی باشه. به صورت چرخشی اینو حرکت میدم، میاد قسمت وسط. مقدار رنگ روشنتر استفاده میکنم. در حقیقت ببینیم ما از این سه طیف رنگ به این صورت. خب الان این هستش، روی این قسمت هم میرم پایین بالا. میخوام قسمت روشنایی رو به پایین کارم بدم، در حقیقت به این قسمت من میخوام یک روشنایی بدم. اینجا نور میخوره، اینجا تیره. کمی تیرگی هم به این قسمت میدم. خب برای قسمت بالاش من از مداد رنگی سیاه، اگه بخوام خیلی تیرش کنم، یعنی سنگم تیره تر باشه، با مداد رنگی سیاه یه مقدار روشو یه رگه هایی هم میخوام داخلش بدم که انگار اصلا قبل از این که این کارو بکنم از محو کنم استفاده میکنم. این محو کن باعث میشه که تمام منفضای مقوای ما پر بشه و یه حالت محو قشنگی به کارمون بده. خب با راپیدم میتونم میخوام یه حالت خطایی که انگار خیلی فشار نمیدم، میخوام ملایم باشه این خطا دیگه. فکر میکنم خوبه. خب برای نورش هم میام از خودکار سفید باید استفاده کنم. خودکار سفیده تو قسمت تیرمون اگر خودکار سفید ندارین،
اگه گواش دارین یا اکرالیک دارین میتونین یه چند بار باید بکشم. یه وقتایی رو قسمت نمیدونم چه این قسمت لچ کرده نمیکشه. نه لچ کرده نمیکشه، نمیخواد بکشه. نمیدونم چون چند بار کشیدیم اینجور شده یا محوش کردیم. به هر حال خودکارم برخوش ساز بزنه. تو باید سفیدیش بکنم بیشتر باشه. والا ببینی الان اینجا خود کنم خوب میکشه. فرهانی الان لچ کرده وگر نه خوبه. خب دوستان، امیدوارم که دوست داشته باشین و یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا ویدیوهای جدیدم مطلع بشین.